توی ویدیو اومدیم غرب تهران، چرا مردم ساعت 7 شب میریزن بیرون؟ چی میشه که این همه انرژی از غروب به بعد تو مردم ایجاد میشه؟ واقعا دارن چی کار میکنن؟ با هم دیگه قرار بزنیم تو دل مردم، بریم ببینیم حال و هوای غرب تهران کلی اطلاعات جالب و مفید براتون دارم. با من همراه باشید، این ویدیو رو به هیچ عنوان از دست ندید. توت سفید کیلو چند؟ توت سفید درود و فراوان خدمت شما عزیزان دل. بله، همونطوری که معلومه اومدیم دقیقاً میدون آریاشهر یا فلک دوم صادقی در حال حاضر. روبرومون میشه دقیقاً خیابون آیت الله کاشانی یا همون آتاتورک در گذشته. با هم دیگه قرار بریم تو خیابون ستارخان. میدونم که خیلیاتون محله قدیمی رو میشناسید. حالا چرا دوباره اومدیم اینجا؟ یه تعداد از دوستانی که جدید به ما اضافه شدن دوست دارن که حالا هوای این روزاشا ببینن. ببین الان دیگه فعالیت‌های کاسبی تازه از ساعت 7 شب به بعد شروع میشه. ما یه طوفان هم داشتیم تو شهر تهران. این روبرمون هم که میشه مرکز خرید گلدیز. یکی از مرکز خریداییه که حالا شاید تو این 20 سال گذشته ساخته شده و کلی آدم حداقل فلک دوم صادقیه رو با این نماد میشناسن. میریم تو دل مردم ببینیم چه خبره. امروز یک روز وسط هفته است و مردمی که از این دست فروش ها همیشه در حال خریدن. خودتون میتونید ببینید دیگه. چیزی که بیشترین خرید و یعنی بیشترین مشتری رو داره لباسه، چون چیزیه که خانوما خب بیشتر از آقایون بهش اهمیت دارن. البته آقایونی هم هستن که خیلی زیاد اهمیت میدن، ولی خب تناسبش کمتره. بریم ببینیم چه خبره. این مرکز خرید رو میبینید الان تقریبا 5 سال به همین شکله. امروز در مورد مرکز خرید دار باهاتون بیشتر صحبت میکنم، چون ناحیه پر از مرکز خریدای بزرگه و به قول خودمون مالای زیادی توش داره تأسیس میشه. قبل اینکه بریم وارد ستارخان شیم یه نیم نگاهی بندازیم به مرکز خرید گلدیز. در مورد اجاره‌هاش باهاتون یه کوچولو صحبت کنم بدونید که چه خبره. مرکز خرید گلدیز در حال حاضر یکی از مراکز خرید قدیمیه که مشتری خیلی کمتری نسبت به این مرکز خرید داره، چون از نظر امکانات کمتره، ولی خب لباس فروشی زیادی داره. ببینید چقدر آدم هستن که میان اینجا حالا یا لباس ها رو نگاه میکنن یا خرید میکنن دیگه، حالا خریده خیلی جزئی. اجاره مغازه تو همکف اینجوری که گرونترین داست، یعنی از ماه 50 میلیون شروع میشه، به نسبت متراج مغازه افزایش پیدا میکنه. جنساش هم تقریبا میشه گفت کیفیت متوسطی داره، نه خیلی گرونه نه خیلی ارزونه. بالاخره نسبت به این مرکز خرید جمعیت خوبی توش قدم میزنن. نمیخوام زیاد تو مرکز خرید وقتتون رو بگیرم، با هم دیگه قرار بریم داخل خیابون و اونجوری روزمون رو سپری کنیم. حالا چرا واقعا سر هفت شب زندگی تو تهران از حدیه که دیگه ما یواش یواش واردش میشیم و هیچ کدوم از مردم ما دوست ندارن تو اون گرمای شدید بیان بیرون یا حتی قدم بزنن. واقعا طاقت فرساست. حتی ترافیک انسانی که اینجا میبینید میتونید بفهم هر جایی که این بساطی ها بساط کنن همیشه این ازدحام جمعیت رو داره. وارد خیابون ستارخان یا همون تاج سابق شدیم. الان تو تصویر میتونید کلی مغازه رو ببینید که هست. یه مرکز خرید دوبرمون هست، زیمامال. جلوتر که نزدیک شدیم، نزدیک دقیقا فلک اول آریا شهره. خیلی توضیح جالبی دارم در موردش بهتون بدم. یه عالمه اتفاقایی که تو این سالها افتاده رو براتون خواهم گفت. میدونید مردم خیلی رو آوردن از دست فروش ها خرید میکنن، یعنی تقریبا 10 سال
سال به سال روند افزایش دست فروشا بیشتر شده به خاطر همه اون بار تورمی که تو این سالها داشتیم. خب اولین دلیلش اینه که دست فروشا اجاره نمیدن، اگه ساعتی هم میان که دیگه سد معبرم به حساب نیاد و مردم جنساشون رو یه جوری ارزونتر از مغازه تهیه میکنن، این لطمه میزنه به اقتصاد مغازه. ولی خب چی بگیم، همه مجبورن نون در بیارن دیگه، واقعا قضاوت کردن نه به عهده من نوعیه نه کار ماست، چیزی که واقعیت داره دیگه. حالا این مغازه های و فروشگاه های بزرگ رو میبینید، حالا اینجا همه چیز در مورد لوازم آشپزخونه عرضه میشه، از مبل و صندلی آشپزخونه گرفته و لوازم برقی. تو ستارخان طلا فروشی زیادی وجود داره، مرکز خرید طلاهات زیاده، خیلی کشش داشت یه زمانی منطقه، الان هم به نسبت مناطق دیگه هنوز هم وجود داره. اینجا یه دونه قصابیه که زیر پله است، شاید بیشتر 50 سال حداقل بنده میدونم اینجا هست، شاید هم بیشتر باشه. گوشتاش به نظر نمیاد قیمتش ارزونه، ولی حداقل چون مشتریش از صبح زیاده و صف میکشن تازه تره دیگه، همون پولو میخواید بدید بابت هر چیزی. خب اینم هم همونه دیگه، دقیقا همین قصابی که دارید میبینید. اینجا هم که گیلاس و آلبالو و باقالی و ترشی توت سفید الان کیلو 70 تومان، انواع اقسام زیتون پرورده و ترشی ها رو میتونید اینجا ببینید. این جوجه ها جوجه هست و اردک، همسترو خرگوش هم داشتم میفروختم. نمیدونم خریدن حیوانات این مدلی حالا کار درستی نیست از دید من، ولی خب چی بگم، هست دیگه، اینم یکی از واقعیت هاست. چون فکر میکنم جوجه ای که میارم واسه فروش اکثرا جوجه های درجه 3 ایه که دیگه به درد هیچ چیزی نمیخوره و هیچ بعد امهاشه و میارن تو بازار رو میفروشن، خیلی هاشم که از بین میره. داریم یواش یواش نزدیک میشیم، یکی مجتمع خریدای قدیمی های مجتمع خرید ولیعصر، بالاش هم یه بالکن زدم برای کافه. اگه اومدم تو خیابون گفتم یه دید بهتری ببینید، اینجا پر از آموزشگاه های مختلف از زبان گرفته تا تدریس های مختلف، از یه جورایی حالا هوای اداری داره. اینا رو توضیح میدم واسه کسایی که اصلا آشنایت ندارن و میدونم که خیلی از بیننده های بنده از خارج از ایران هم و خیلی وقتا شانس اینو ندارن و امکانش وجود نداره که برگردن و خودشون تجربه کنن. سعی میکنم با یه روایت روون و عامیانه مثل همیشه براتون توضیحاتی بدم. این مرکز خرید طلایی که بهتون گفتم میرس، بازم به نسبت تعدادی که وجود داره شما میبینید کسی میاد دنبال طلا اصولا که میخواد بخره دیگه. گرم طلا هم نمیدونم فکرم 3 خورده‌ای باشه، دقیقا آمارشو ندارم، ولی 3500-600 دیگه. برگردیم بریم دوباره به مسیرمون ادامه بدیم. حتی طبقات بالا هم آدم هست، این طبقات بالا احتمالا قیمت ها مناسب تره یا اجرت ساخت طلا کمتر باشه وضعیت طلا و مردم سعی میکنن پولی که دارن رو تبدیل به طلا ارز کنن به خاطر حفظ حالا ارزش اون پولشون و یه چیز کاملا منطقی به نظر میرسه تو این شرایطی که الان داخلش هست. همینجوری بغل من پر از این طلا فروشی هست و تا خود نزدیک پل ستارخان یا بازارچه ستارخان الان دیگه نزدیک زیمامال شدیم. خواستم اینو بهتون توضیح بدم، زیمامال یه زمینی داشت، حالا اونایی که اینجا رو میشناسن سال 85-86 شمسی منظورمه، چندین مجتمع مسکونی حالت برجی
اینجا بود و یه شخصی، حالا اسمش رو نمیبرم، اومد تمام این واحدا رو متر 1,000,000 تومان خرید و از اون سال شروع کرد ساختن این مرکز خرید تو سال 86-87 و تا 2-3 سال پیش هم تموم نشده. یعنی این پروژه رو 10 سال تقریبا، شاید بیشتر، 12 سال به طول انجام میده. حالا بگیم، حالا بذار ادبی صحبت کنیم. چرا؟ به خاطر اینکه تو همین 10 سال 12 سال قیمت همون واحد مسکونی ها حداقل 100 برابر شده. یعنی الان شما خونه اینجا متری زیره 100,000,000 به سختی پیدا میکنید، منظورم نوسازه، جمعیت هم که میبینید. حالا ببینیم چه اتفاقی افتاده، چی جوری تونسته همچین، یکی از اون اتفاقاتی که تو این منطقه افتاده، حالا اینقدر هم شلوغ شد. که نگو نپرد، حتما یه نگاهی بهش میدادید، اونقدری هم جون نگرفت. مثلا ما اینجا این اطراف چندین مجتمع خرید و مرکز خرید داریم که به جورایی به خاطر وجود سینمایی که داشتن و اوائه جا افتادن، ولی خب اینجا هم داره، هم قسمت اداری داره هم سینمایی داره، ولی اونجوری نیست. همش بستگی داره دیگه، مردم بعضی موقع یه چیزایی رد میکنن و این هم یکی از اونا بود. دون فلکه اول صادقی هست، اینجا هم که موقع بریون روی زغاله، میبینی؟ سیب زمینی تنوری هم داره. بریم داخل خود فلکه هم بهتون نشون بدم، چون فلکه یه گذری شده واسه مردم بومی این ناحیه که میان و غروبا که داره هوا خنک میشه میشینن و لذت میبرن از صدای این پرندگانی که اینجا وجود داره. جلوتر که میدونید میرسه به چهار خسرو و بازارچه ستارخان که بهتون گفتم، یه بازارچه‌ای که اومدن یه روز بزنن که مثل بازار تهران شه، یه راسته بازار شه، ولی اصلا به اون شکل نشه. زیر پل ماشین رو، یعنی بالاش میشه اتوبان یادگار ما که میره سمت همون اتوبان فرحزاد میشه اگه اشتباه نکنم. میبینید افراد مسن، جوان، کودک، همه اینجا حضور دارن و از این فضا استفاده میکنن. یه بستنی فروشی هم اونجا هست، حالا اینا دارن تخته نرد بازی میکنن. بستنی فروشی خوشمرام جز بستنی فروشی قدیمی هم هست دیگه. نمیدونم چقدر علاقه دارید به بستنی و فالوده یا بستنی سنتی، اینجا خوش قیمته حتی و قدیمی. ببخشید، همیشه مشتری داشته، یعنی اینجور نیستش که بدون مشتری باشه. تو ایران کلن یه چیزی که رسمه وقتی یه جایی اسمش جا میفته هیچ وقت مشتریاشو از دست نمیده، من اینکه کیفیتشو از دست بده. همین همه دارن فالوده میخورن، احتمالاً فالودهش خوشمزه تره. ببینید چقدر مشتری هست، همه اومدن بیرون وایسادن. بستنی های کیلویشه، حالا بخار کرده، قیمتاش هم با هم دیگه نگاه کنیم. بستنی سنتی لیوانی 30 تومن، کلن 30 تومنیه. بستنی سنتی کیلوی 170,000 تومن، حالا با استفاده میداره قیمتاش هم خودتون بهتر ببینید. فالوده هم کیلوی 120,000 تومنه. خب این دقیقا همون زیمامالیه که در موردش با اتون صحبت کردم. بریم داخل، من خودم اولین بارمه دارم میرم داخلش و تا حالا نرفتم و نمیدونم داخلش رو چجوری ساختن یا اصلا امکاناتش چی هست. همیشه این اطراف پر از این عزیزانیه که موسیقی خیابونی رو اجرا میکنن و نظرم حس و حال قشنگی میدن
به اینجا. از نظر وسعت که داخلش هست مثلا خیلی کوچیکه، ولی خب یعنی خیلی حجم زیادی نداره، ولی تعداد طبقاتش خیلی زیاده، انگار 6 7 طبقه است. گفتم یه سرم بهش بزنی ببینی توش چه شکلیه. خب دیگه ببینید همینجوری دارن مرکز خرید اینجا میسازن و میدنش بالا. حالا چرا شد دیگه نمیدونم، این همه کشش مرکز خرید واسه مردم اینا چقدر میتونه مفید باشه یا چقدر بازدهی سرمایه داره، ولی خب بیشتر این ملکاشه که ارزشمند میشه نه خود اون مرکز خرید. از دید من اینجوریه، شاید من اشتباه کنم، ولی خب کم پیش میاد تو اینجور مسائل اشتباه کنم، مخصوصا اگه به سازه و ساختمان سازی مربوط باشه. الان نگاه کنید باز اینجا دارن یه دونه دیگه میسازن و همینجور این اطراف درسته یه گذره خیلی قویه و پر از رفت آمده، ولی کمبود فضای پارک، حالا اکثرا میشون پارکینگ داره ولی خب همش نمیشه، به نظرم جور در نمیاد. چقدر خاطراتتون زنده شد. یه پیاده روی بود از اون حالا هوای عصر شهر تهران تو هوای گرم بهار و نزدیک های تابستون. خیلی کم مونده به فصل تابستون و اون گرمایی که فکر کنم قرار کنارم تجربه کنیم. کیک های ساده رو میتونید اینجا ببینید دیگه. این سبزی ها بسته 5000 تومنه، ریحونش رو میتونم 7000 تومنه. میدونم خیلیاتون گفتید خیلی جاها رو ویدیو بگیرم، باور کنید باید برسم و اون زمان بندی من جور در بیاد، ولی سعی میکنم همیشه اتفاقات روز و با مسائلی که حالا پیش میاد و کنار همدیگه تجربه کنیم و ازشون لذت ببریم. رسیدیم به چهارراه خسروی که انتهای مسیرمون بود. بهتونی گفتم بالای اتوبان یادگار آمان قیقام بالای پلو میبینید، دقیقا زیر اونجا بازارچه سنتی رو زدن. اگه خواستید در آینده حتما براتون ویدیوشو تهیه میکنم. امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشید. تا ویدیو بعدی پر انرژی، بدرود.